سلام. باور کنید مجبورم کرد باورم کرد که باورم بخوای ویدیو رو قطع کنی یکی دیگه بگیری. نوشته فکر میکنم دختر پرتلاشی هستی، حساسی، مظلومی. کارایی که ساناز میکنه شما خیلی ناراحت میشی از دست کاراش، ولی بهش چی نمیگی؟ راست میگم. من لفت میدم. نه رو خب همین که هیچی نمیگم تو باید سپاسگزار باشی. حرفا چی؟ بعدم خواهرت به من ناراحت شد. همون میبینی؟ ولی اگه من همون بعد نوشته دو تا خواهرت خیلی متفاوتی نسبت به هم. نه بابا. شما از رنگ مو و چشم و قیافه ببین نوشته پر انرژی نازنازی مغرور تو دل برو رک و بیپرده. کاش مال من بودی. نفرین آمون بر تو اگه اینو حسن برای که نفرین آمون نیاد تو خوندی شاره می نمیسن ها برم در یکی نمیسن خوشبال اون مردی که تو قرار زنش بیدی خوشبال اون کوفتش بشین این حرفا نوشته من فکر کنم واقعا به همین خوبی که ما میبینیم هستی، اصلا چیز دور از ذهن یا پیچیده‌ای برات در نظر نیست. دوباره نوشتن تو سانس خیلی با هم فرق دارید. بعد اینو می نویسید انقدر چیزای مثبت براش نوشتم یعنی تو بدی. نه من اگه بعد نه خواستین کامنت بذارید تا راجع به شخصیت سانس نوشتم براش با من ازدواج کن. سارا که نه عزیزم من زنه الچو این خون خودشه سانس باید ازدواج کن. فکر میکنم من موهات قبلا خوشت نمیاد حالا باش کنار اومدی. تو بگو. نه والا من همیشه عاشق موامونم. یعنی اصلا موی فر به نظرم شخصیت رو خیلی خاص میکنه و اگه موی فر دارید بدونید که باید عاشقش باشید و خیلی خوب ازش مراقبت کنید چون موی فر مراقبت بیشتری میخواد. ولی من موام خیلی دوست دارم، همیشه هم باش کنار اومدم. این چه حرفیه؟ نوشته که فکر میکنم تو با سانس خواهر هستی. تو رو قرآن یه آلبوم میگم هستا چون شلخت و شلوغ شیطونی. چرا از سانس وضعیت میکنی پوستشو کندی؟ راست درست داره میگه شلخته. من شلختم؟ نوشته گاهی اوقات قبل الان دیگه نیست. قبلا بودم موقعی دانشجو بودم. خب خیلی سخت بود همزمان به همه کارام برسم. نوشته خیلی آدم شوخ طبعی. ساناز خیلی اذیتت میکنه. ولی بمیرم برای شهلا ولی خیلی دوستش داری. من اذیتش میکنم. یعنی از تو استوریا مردم فهمیدن من تو رو دوست دارم. بریم بعدی سخت کن یه دونه آلبوم دیگه پولکی. یکی هم منشاشو پولکی. نه نبات پولکی نیستم. نمیاد بیا آدم توانمندی هستی سارا جون. دختر عزیز خانواده. یعنی نباشی انگیزه ای نیست، هیچی نیست با عزیز خانواده. راست میگه من همون بچه هم که کل فامیل میزن تو سر بچه هاشو میگه از این یاد بگیر. احساس کنم با ساناز خیلی صمیمی و راحتین. واقعا همونطوره. یکی نمیشه فکر کنم از سارا چای بودن خسته شدی. نه بابا اینجا رو نگاه کنی سارا چایه. ولی خب الان دمنوش بود. اینجوریه که همش هم چای بخورم. چای ممکنه براتون غلظت خون بیاره. مراقب باشین. بعد چای کم رنگ بنوشید. میونت با خواهرت دوستش داری خیلی زیاد. گفتم خیلی راجع به ساناز داشتم چون من گذرا یه نگاهی کردم به پاسخ و فرضیات شما. ولی باحال بود فرضیاتتون. دیگه نوشته تو عمو خشی با هم زن و شوهرید یه فامیلی چیزی یا یه فامیلی چیزی هستی. حالا واقعا نسبتتون چیه با هم؟ جدید اومده خب گناه داره. داییمه. بنیم دایی. He's my uncle. یعنی به چند تا زبون زنده دنیا بگم. I'll die. دیگه نوشته که فکر کنم که ظالمی اما در حینش هم مهربونی. با ساناز موفقی و ارتباط با یاناز عالیه. الان چی بود؟ نمیدونم. عزیزم شما از ساناز جونی مهربون تری خودمونی. چشمم روشن. بهش نگی حالا راحت میشه. ساناز جونی داره میخوره. الان میره آیدیشو میبینه. نبین آیدیشو. دیدم دیگه دیدم. عاشقتونم خواهر جونی هم. آخه چرا دروغ چرا؟ من واقعا میدونم فالوورم خیلی زیاد پیام میده. چون من جواب میدم تو جواب نمیدی گفته. راست پوست جوان تو بگو. چرا ساناز بهت زور میگه؟ بزرگتری گفتن، کوچیکتری گفتن. شما به خدا که دوست نیستی دشمنی دلت قشنگ پرش میکنی. راز پوست جوان همیشه آرایشاتون رو بشورید. هیچ وقت با آرایش نخوابید. از تونر استفاده بکنید و حتما با شویلی مناسب پوست خودتون صورتتون رو بشورید. اسید هایلونیک اسید هم به پوستتون بزنید که باعث جوان سازی میشه. نشه سارای لازم عذر میخوام. ظالم عالی بود. وایس آقای بود میگفت. وایس من که میدونم یادم و بقیهش هم ندارم. اون روز استوری نداشتن یه وایس برام اومده بود عالی بود. سارای لازم
ببخشید ساره زاله. چه احساس کنم ساناز با اینکه عصبانی میشه ولی کلا پای است. نه نمیگه تو هیچ کاری بهت، ولی تو شاید اینطوری نباشی. نه اونم پای است. منم پایم. تا حدودی ها خیلی بالا پایین میکنه، مثلا بهش میگم میبریم تا سر خیابون بالا پایین میکنه که خطری تهدیدمون نکنه تا سر خیابون. من آینده نگر محتاطم، مثلا هوا رو نگاه میکنم میگم تو این بارون چرا باید بری بازار محلی، یعنی بازاری که بازه. تو هر سانا ساده تری. من فلفلی هم. تو نمکی و ساده. مهربون. حالا سعی کن من ساده تر بیا تو. من دیگه خدا وکیلی، من خدا وکیلی شهل و زانه ساده تره. اون گولایی که تو زندگی کلاهی که سرش رفت تو سر من نرفت. یه چیزی بگم، شما خودتونو میگیری برای سانس کنم خودمون تر از این طور نیست. آیا اینطور نیست؟ برعکسش رو نوشته جذاب مظلوم دلرم ساده دختری که توسط خواهرش خیلی اذیت میشه. میشه باشه کتاب داستان نوشت. همه فهمیدن چون خواهرت کاری نمیتونی بکنی قورتت میده. نه آخه دلم برای این سوق امشب خوابش نیم. این چه فرضیتیه نمیشین روشی بخواهم فکر نمی کنی خوش بخونه. نه ساناز به زور چرا دیگه من این چجوری جلوه داری؟ ساناز بخواد با من دوشه. با کی بخواد دوشی؟ چشم روشم کس پاپا دیگه. خدمه مهربون با بقاری از نظر تعامل اجتماعی بالایی برخورداری، موفق باشی و بدرخشی. ساره مهربان شاد و پر انگیزه. ظالم تو خیلی خودخواهی، موفرفری پرهاشیه. مهربون سب کن پرهاشیه. من پرهاشیم پس اینا که هی دوست به سرشون میزن و عکسشو پاک میکنه که دیگه میذارن اونا دیگه خود اصل هاشه. خیلی ظالم. چرا کپشن بچه را ازش گرفت؟ هرکی از توی داده باشه میفهم. زن من میشی؟ نه نمیشم. چرا نمیشی؟ برای چی ما رو فالو نمی کنی گلم؟ این دیگه شاهکار بود. مرسی آقا فرضیات نیست دیگه، بس نخون. اینجاش خیلی خوب بود. مرسی فرضیاتون گفتیم. آره چون تو دوتا کوئسشنم گذاشته بودم ولی بگم چقدرش درست بود. بیشترش درست بود. آخه میخواستم این چالش قدرش که ببینیم از طریق لنز دوربین، اینستاگرام، یوتیوب چقدر آدم ما رو واقعی میشناسن. چقدر به نظر؟ 70%. بازم خوبه 70%. خوبیه. میگن با یکی میری زیر یه سقف 20% میشناسی. عین خواهر من، عین یه سیبیه که میندازی بالا تا پایین بیاد نمیدونم یه چیزی میشه. بچه بهت میگم که ساناز استاد زربان منزله های بیرد سر مثال ناقص. یعنی اگه یه پیش تو من نراوردی یه پیش بزنه فقط زربان منزله مسخره شو بگی که اصلا به اون موقعیت نمید. من عصبانی هم شما بودم فلانی اینو گفته فلانی اونو گفته. بعد یه ضرب المثل گفت که مثلا چه میدونم با حلوه حلوه در شیرین نمیشه یه چیز مشت و سوراخ میره جارو به دو بشون. من چی میگی؟ اینقدر خندیدم از ضرب المثل بی معنی و بی محتوا. تازه نه داشت جوی مثالی با من رسد کنم به یکی از دوستاش بگه که یه ضرب المثلی گفتم که اصلا هیچ ربطی نداشت. مثلا گفتم به دوستت بگو هندونه رو تا وا کنی نمیدونم در حالی بحث اصلا راجع به ناسا بود. خدا بهت خوشکلت.